مرد اجاره فیلمی به کارگردانی خسرو پرویزی ساخته سال 1351 است. رضا که وقتش را به بازی بیلیارد و موتورسواری می‌گذراند، در یک درگیری خونین از دست ماموران پلیس می‌گریزد و به خانه پناه می‌برد. بعد از یک سری ماجرا قرار می‌شود که به دختر اون خانه کمک کرده و در غیاب نامزد دختر نقش آن را بازی کند. در این میان اتفاقات دیگری می‌افتد که جالب و دیدنی است. من سرورتون آقا رضا. چی؟ ها؟ چی؟ نه فهمیدم چی؟ جرم آمه کن، جرم آمه کن، خوب نیست بابا، یه جرم آمه کن. چی؟ برافو برافو. ما چه تو با منه یا با اونایی؟ با هر کس که خوب بزنی. با هر کی که خوب بزنی. آره دوست باشم. دیگه دیگه شدم. ببینم کوچکلاخان فیلمی به کارگردانی صابر رهبر محصول سال 1352 است. کریم موسوم به کوچکلاخان پس از وداع با مادرش به شهر می‌گریزد و سر راه جوانشیر قرار می‌گیرد. پلیس کهنه کاری به نام سید علی گیلانی همه جا در پی به دام انداختن دسته تبهکار جوانشیر است و جوانشیر برای دست به سر کردن پلیس از شباهتش به کوچکلاخان استفاده می‌کند. الو آنجی. دالینگ. دالینگ. بلند شو صحبت کرد. این نفر که از کدش چای شما کلب کرد. به هرچی نبترش میخندید کلب کرده. الو بنال بینم یه نفر به گوشم. نکن تو رو خودتا بنا گوشم. نخور خیلی خیلی کم یاد. بگو بینم. الو. تو چی هستی احمق؟ ما اینجا احمد نداریم. دیگه با کی کار دارین؟ گفتم تو چی هستی احمق؟ چی؟ احمق؟ احمق پدرتی. حتما سرت به تنت زیادی کرده احمق. حرکت کن. گوشیده گذاشت. البته از ترس اونجاش بود که گذاشتا. بگیرم به خوابم. زود خوابم بود. شما کابی؟ پس منم کابی. کابی چی بابا؟ اینجا گاب انتیر. لگی لگی میمی بو خود خیلی نمیره. حسنی؟ ای داد بی داد. ای احمق نمک. اوه نه من اشتباه گرفت. بیا اینجا. نان و نمک فیلمی به کارگردانی امیر شروان و نویسندگی کریم بهی محصول سال 1356 است. کمال و دوستانش عزت الله و شیر علی به کار قاچاق مشغولند. آنها که برای مهدی کار می کنند، تصمیم می گیرند به کار شرافتمندانه ای رو آورند. یکی از دوستان کمال به نام کاظم بابا موقع حمل محموله قاچاق به ضرب گلوله ژاندارم ها کشته می شود. قبل از مرگ از کمال درخواست می کند که مراقب پسرش امیر باشد. مهدی شایع می کند که کاظم با توطیه کمال کشته شده و او قصد دارد لنج کاظم بابا را تصاحب کند. صحنه ای از این فیلم را با هم ببینیم. لا خبر میدم. برو کنار برو کنار. قربانه تو برم برو کنار. خبر من کرد خودت. خوب نیست ناراحتش نکن. شب عروسیشه. تلفن قطع برو کنار. من گیج شدم. برو کنار قربانه تو برم الهی. سب کنم الان خبر میدم میام. الو. الو. آقا کمال. جان. آقا کمال. هنه. آیا آقا کمال. هنه. در واقع کن آقا کمال که من هم هاشن از کسی لخت نباشه. من میخوام بیام تو. میگم که ببخشید آقا کمال. وقت گیر آوردی؟ نه این یارو جبار آمده رفته تو انبار تمام جنسای مردکر برداشته برده الان تلفنی با من خبر دادم تو بمیری بلند شو بلند شو تا جنسای مهدور رو نبردم بلند شو به دادش برسیم آقا اونه ویل کن تا تو لباسه با پوشی هفخان روستم گذاشتی جنسای مردکر بودو دیگه برمان بیرو خفیلی خود بودو بره لباسه بلند کامیاب بشیم بیاده بره شوه بدبختی بست آقا زندگی
تنها حامی فیلمی به کارگردانی مهدی ژورک محصول سال 1355 است. ابی جوان سر به هوا و بزن بهادری است که کوشش‌های برادرش کریم و مادرش برای به راه آوردن او بی‌نتیجه است. کریم به توصیه داییش ابی را با دختری به نام نسرین آشنا می‌کند. گوشه‌هایی از این فیلم را با هم تماشا کنیم. عوض شدی، چقدر فرق کردی. واسه چی اومدی سراغ من؟ تا صبح چشم به در مونده بود و قلبم مثل یک کفتر بچه پرپر میزد، تو کجا بودی؟ وقتی تشنه و گشنه پیش هر کس و ناکسی رو مینداختم و رو نمیدیدم، تو کجا بودی؟ وقتی شکمم بالا اومده بود و جایی رو نداشتم که بچه‌مو به دنیا بیارم، تو کجا بودی؟ من افتاده بودم حبس، وسط پیغون فرستادم، دنبالت گشتم. یه چیزاست که باید بهت بگم، فقط بهم بگو اون بچه پسر بود، دختر بود، الان کجاست؟ دستت بهش نمیرسه، هیچ وقت. پس زنده است. ناجورها به کارگردانی سعید مطلبی ساخته سال 1353 است. رضا بازارچه که با دوستش قفور در کار قاچاق است، محمولهایی را به سلمان تحویل میدهند. سلمان کیف محتوی پول قاچاق را به زنی سپرده است و قفور و بشیر کیف را از زن پس می‌گیرند و بشیر از زن هتک حرمت می‌کند. سحر به شوهرش اسلام می‌گوید که اسم یکی از متجاوزان رضا بازارچه بوده است. الله به حساب نمیشه با تو زد. خودت هم بخوای بری من نمیذارم بری. الله تو حیفی مرد، رفتن پیش اونا همون، کشته شدن به دست اونا همون. الحمدلله بهتر یکی دیگه تو این راه نفله بشه، یکی مثل خود همونا، یکی که تو تموم عمرش یه دفعه راه درسته نرفته باشه، یکی مثل من. السلام علیکم. من ببخش، به خدا واسه خاطر خودت من این کارو کردم. دلم نمیخواد که کشته بشی. آره مرد راست میگم.